سلام میکنم به دوستان لیتس میک این ویدیو ویدیو دهم از سری استارتاپ مدیریت دخل و خرج فکر کنم میشه البته من فکر کنم هشتمی نهمی رو چسبوندم به هم ولی به هر حال اه... چی میخواستم بگم خب سلام که کردم لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره تا من یادم بیاد چی میخواستم بگم آها یه ویدیو رو ضبط کردم و متاسفانه اینپوت صوتی این نرم افزاری که باش ریکورد میکنم به جان که رو میکروفون هم باشه رو کارت صدای اکسترنال باشه رو کارت صدای خود لپتاپ بود و چیزی جز صدای فن ضبط نکرده بود به حال یادتونه این پروژه در واقع دخل و خرج و ما داشتیم سری بزنم تو سمپل دفعه کنم دیدین شما API کی رو اشکالی نداره استفاده نکنید ازش دیشب دیشب که چه ارز کنم فکر کنم دم صبح بود یه دفعه به ذهنم زد که بیام و ایشون رو من دپلوی کنم با استفاده از داکر و نشستم این داکر فایل رو نوشتم داکر فایل بیایم خط به خط ببینیم چی کار میکنه بعد من میزنم که ایمیجش رو بسازه میدونم طول میکشه ساخت ایمیجش ولی بهتر از هیچیه اینکه ببینیم ایمیجش چطور ساخته میشه اول از همه بگم داکر تکنولوژی کانتینره یعنی چی کار میکنه؟ میاد یک فضایی میسازه و توی این فضا پروژه ما رو اضافه میکنه که این پروژه اونجا اجرا میشه به صورت یه انتیتی موجودیت ایزوله خب استفادهش کجا میشه؟ استفادهش میشه اونجایی که در واقع ما میخواییم پروژه ها جدا جدا ران بشن در این حال چجوری بگم میخوایم که دسترسی پذیری هم داشته باشیم بهشون حالا کاری ندارم به این داستانش میریم جلو و این کد رو خط به خط میخونیم در واقع اینجوری بگم که یه سیستم عاملیه که داره از کرنل همین سیستم عامل من استفاده میکنه اما فانکشنالیتی های جداگانه داره و محدود به اون چیزی که من ازش خواستم شما هر سیستم عملی که نصب کنید به هر حال یه سری سربار هم دارید همیشه داکر اومده اونا رو حذف کرده. گفته خب این سیستم عمل خودش که اونا رو داره لازم هم بشه من از خود سیستم عمل اصلی خیلی متمدنانه خواهش میکنم که یکی از اونها رو به من بده اومدم اینجا گفتم که از روبی 265 برام یه ایمیج بگیر ایمیج چیکار کار میکنه؟ این میره توی شبکه داکر توی ایمیج های مربوط به روبی میگرده میگه خب ایمیج روبی رو داریم میگرده دنبال نسخه که تگ دو پنج رو خورده بسیار هم عالی بعد بهش گفتم که بیا لیست ریپوزیتوریاش رو آپدیت کن معمولا ایمیج های داکر یا برپای آلپاین لینوکسن یا بر پایه دبیان یا اوبونتو خوبی اینام اینه که معمولا سبکن پایدارن خب همه چیز براشون هست حالا آلپاین رو مطمئن نیستن ولی خب آلپاین هم سبک هم پایدار به عنوان دسکتاپ ازش استفاده نکردم به عنوان سیستم عامل روی سرور هم همینطور اما خب تا دلتون بخواد توی داکر ازش استفاده شده و فکر کنم در حال حاضر تنها استفادهش همینجا باشه به حال برگردیم سر بحث اصلی روبی بودم دیگه توی ایمیج خود روبی چیزایی که مربوط به روبی میشه رو داره مثلا جم رو داره گفتم خب بیا باندل این نسخه رو برای من نصب کن بعد اومدم گفتم که بیا این دستورات رو پشت هم اجرا کن و یارن رو برام نصب کن یارن یه لایبرریه که فکر کنم فیسبوک ارائه کرده برای مدیریت روی متعلقات جاوا و ریلز هم داره از اون استفاده میکنه بعدش هم گفتم که خب بیا یه انوایرمنت پرودکشن برای من تعریف کن توی در واقع متغیرهای محیطی سایت کیو سیکرت کی ای پی آی من بده بهش این چیزه که API پی آی گوگل به من داده اینجام هست در واقع تو داکر فایل اصلیه بعد گفتم یه اسلش اپ بساز هر چی اینجا میبینی بریز تو اپ برات مهم نباشه که من چیا دارم ندارم هر چی که اینجاست بریز توی اپ به این کار رو میکنه بعد میگم که برو توی اپ جایی که داری کار میکنی توی اپه بعدش هم میگه که خب این دیتابیسه که هست دیتابیس پرودکشن همه توی ایمیج نمیخوام باشه میگیم بسیار عالی پاکش کن البته این یه جوری فرست تایمره که وقتی اولین بار میخوام این رو اجرا کنم میگم که بسیار عالی بیا اینو پاک کن که یه دیتابیس فرش داشته باشم اگر هر بار بخوام این کار رو بکنم خب مشتری ها میپرن بعدش میگم که خب بیا باندل رو اجرا کن لایبرری های مورد نیاز رو برم بریز وقتی کم سر اومد من یکم قندم افتاد من روشم چیزی بخورم حالا بگذاریم بعد که باندل رو اجرا میکنه لایبرری های مورد نیاز همه دانلود و نصب میشن توی اون ایمیج حواستون باشه که اینجا این قضیه از اینترنت خود شما استفاده میکنه ها اینو یادتون باشه بعد میگم که بیا بیس بساز دوباره همچین چیزی میسازه بعد میگم مایگریشن هارم روش اپلای کن که خب فکر کنم تو ویدوهای قبلی و حتی تو ویدوهای جنگو کلی در موردش صحبت کردم بعد هم میگم که یه سیکرت کی بیس برام بساز که ایمیل میخوام بفرستم میخوام با ای پی آی های دیگه تعامل کنم و اینا مشکل نداشته باشه بعد میگم که بیا یه سرور ریلز به من بده بایندش کن به همین سروری که روش هستیم و محیط هم هم بده پرودکشن این هم خیلی متمدنانه این کار رو میکنه حالا بیام چی کار میکنم میزنم سودو داکر بیلد نقطه دشتی تی دخل و خرج من یه ایمیج رو ساخته بودم که پوش کنم منتها از اونجا که ممکنه از سرویس فندوق استفاده کنم پوش نمی کنم دیگه همین برای من کافیه حالا فندوق رو احتمالا تو ویدوهای بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد من اینتر رو میزنم تا یه جایش رو ببینیم که چجوری میره جلو احتمالا بعدش دیگه من ویدیو رو نگه دارم که متعلقات باندل نصب بشن بعد برمیگردیم ادامه ویدیو رو میبینیم ما هم یک لحظه من فقط ویدئو رو نگه دارم ببینم که آیا اینترنت هم مشکل دار هست یا نه خب اینترنت هم مشکلی نداشت اینتر رو میزنم تا با هم ببینیم پسورد میخواد ازم یه سری چیز رو میبینید از کش استفاده کرد دیگه داشته اینا رو اینا, رو. اینا رو هم که خب کاری نداره اوه اوه من ببندم اینو میخواستم ببینیم با هم نمیخواستم که دیت های سیکرت هم لو بره اوه جالب شد حداقل کوچیکترش کن کوچیکتر هم نمیشه اومد اینجا خب اینو پاک کرد میبینید اینو پاک کرد حالا اینا رو عدا نوز میکنم چیز مهمی نیست میشه در واقع دوباره از یه جا اینا رو حالا دریافت کرد چون احتمالا نیاز باشه که دومین دومینی که پس هم به میده رو هم اینجا اضافه کنم میرم مثلا یه ای پی آی کی جدیدی میگیرم احتمالا الان باندل داره اجرا میشه باندل به معنای واقعی یک ماه رمزان طول میکشه تا اجرا بشه پس من این رو میبندم احتمالا هم این چیزا میگم داده خصوصی به نظر میرسه ولی به هر حال توی پست پرودکشن و این داستان احتمالا اون بالا یه چیزی بذارم روش خب اینا که فچ رو اینستال میکنه من فعلا نگه میدارم و برمیگردم خب ایمیج ساخته شد ببینید الان همه اون چیزهایی که میخواست رو ساخت من فکر کنم جدی لازمه که اون ای پی آی هم روی رفرش بکنم پس خیلی هم سخت نمیگیریم به شما دیدین مهم هم نیست میگم هت... تا موقعی که سو استفاده ای نشه من به شما اعتماد دارم اه... مشکلی نداره که این چیزا رو ببینیم خب اول اومد این رو اجرا کرد گفت که myincomes.db رو پاک کن توی همچین فضانامی در واقع اومد این رو اجرا کرد و پاکش کرد و به من یک در واقع ور uh, بوز نشون داد و گفت که بیا من پاکش کردم و اینم نتیجه پاک شدن بعدش باندل رو اجرا کرد چیزایی که نیاز بوده ببخشید یکی یکی دانلود و نصب کرده این پایین و اومد گفت که همچین چیزایی رو من نصب کردم و حالا یه سری چرت چیزی که میگه معمولا اومد و کجاییم db دی create دیتابیس رو ساخت بعد اومد مایگریتش کرد و بسم الله پروژه ساخته شد من رو پورتی که میخوام این رو در واقع اکسپوز کنم اصطلاح یه چیز دارم یه کانتینر از قبل ران دارم میام میزنم اوه سودو داکر کانتینر ال اس به من یه لیست از کانتینر ها میده که اتونه گفتم میخواستم پوش کنم و پشیمون شدم به همین خاطر بود میام اینجا میزنم سودو داکر استاپ حالا اون گیت ها با اسم و این داستان قضیه داره بعدا در موردش حرف میزنیم استاپش میکنم خیلی شیک و مجلسی استاپ بشه این قضیه یکم طول میکشه چون پروژه سنگینه و الان استاب کرد حالا من میزنم سودو داکر ران داکر ران خیلی چیز جالبیه من فکر کنم شما روی این پاس هم که میرید اون پشت همچین چیزی داره اتفاق میافته بیدیم که سودو داکر ران بعد ارزم به حضور شما دش دی این به صورت دایمون یک سرویس لینوکسی پروژه شما رو تو بکگراند اجرا میکنه بعد ارزم به حضور شما که دش پی اینجا من میتونم اکسپوز کنم پورت هشتاد رو به سه هزارت اکسپوز کنم اصطلاح درستی نیست لینک یا مپ میگن معمولا به سه هزار توی کانتینر خب چیز دیگه هم نمیخوام و اسم ایمیجم هم دخل و خرج بود دیگه درست میزنم یه هش به من داد که این هش در واقع میشه آیدی اون کانتینر من بریم بالا بریم چند رقم اولش رو داره رقم هش رقم اوله یک دو سه چهار پنج شیش دوازده رقم خب اینم کنجکاو بودم که چند رقم اولش نیازه که داره میتونیم جدا کنیم مثلا اینجوری دو چهار شیش هشت ده دوازده سال این برای ما کافی همینقدر ازش بدونیم تا جایی که مطمئن بشه یونیکه این هشتر رو در واقع نگه میدم. از همین نمیتونیم هم میتونیم استفاده کنیم مسئله مسئله اینه رو صفحه شخصی تویتر همه فایرفاکس یه لحظه خب الان مسئله هم حل شد من اینجا تایپ میکنم لوکال هاست ببینید الان من هیچ یوزری ندارم هیچی ثبت نکردم این در واقع همون چیزیه که من میخوام برای دپلوی کردن پروژه استفاده کنم پس میرم چی کار میکنم؟ کار خاصی لازم نیست انجام بدم من فعلا یه صفحه ایمیل باز میکنم خب ایمیل های این اکانت رو میشه دید مشکلی ندارن میام رو ایجاد حساب کاربری کلیک میکنم ببینید الان من با چک کردن جاهای مختلف دارم مطمئن میشم که خب پروژه من داره کار میکنه اینجا کپچام داره کار میکنه این باکس هم نهه و اینجا من با ایمیل خود پروژه دارم یه یوزر میسازم میزنم یه پسوردی هم میزنم که استانداردهای این رو در واقع به عبارتی رعایت کرده باشه و تایید میکنم که ربات نیستم و روی ایجاد حساب کاربری کلیک میکنم دونت سیو میزنم حالا یه سری مسائلی اینجا پیش میاد خب این میگه که ثبت نامشان با موفقیت انجام شد لطفا یه ایمیل فرستاده برام میبینید یه ایمیل من اینجا میتونم روی این کلیک کنم منتها مشکل اینه که این کانفرمیشن ایمیل رو داره از چیز میفرسته از لوکال هاست میفرسته ظاهرا گوگل نمیفهمه اینو اشکال هم نداره ما اینو کپی پیست میکنیم اینجا <laughs> و فعلا این برای ما کافیه حالا این هم میشه به عنوان یه سری باگ بهش نگاه کرد که توی قسمت های بعدی حلش کنیم یعنی اگر بعد دپلوی همین مشکل باشه نشون میده که باید این مشکل حل بشه بسیار هم عالی میتونم الان اینجا درآمد و خرج اضافه کنم الکی میتونم هم نه نکنم و بریم برای دپلوی خب ممنون از اینکه ویدیو رو دیدید ببخشید ویدیو طولانی شد یه چیز دیگه هست که احتمالا اول ویدیو بعدی راجبش صحبت کنم خیلی نمیخوام تو این ویدیو بحث و بکشونم سمت دپلوی ارزم به حضور شما که ممنون از اینکه ویدیو رو دیدید لایک کنید ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تو کانالم سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بذارید ببخشید اگر من کم میزنم راستش این دوبار پشت هم ضبط کردنه باعث شد که من یکم حالم گرفته باشه به حال خیلی بردیم پروژه رو جلو و این خودش یک امیده که استارتاپمون رو بتونیم تا آخر هفته لانچ کنیم ممنون خدا نگهداری شما